سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ به کانال بوشفک خیلی خیلی خوش اومدین. من اصل هستم و امروزم میخوام یکی دیگه از کارتون های دهه 60 رو بهتون معرفی کنم. افسانه سه برادر، کیا یادشونه؟ جنگ تازه شروع شده قربان، به هر قیمتی که شده آبروی از دست رفته رو دوباره به دست میاره. این دفعه دیگه حرفاتو فراموش نکن لپو. داستان افسانه سه برادر در سالهای پایانی سلسله هان اتفاق میفته که دولت مرکزی دچار فساد بسیار شده و شورش‌های خیلی زیادی امپراتوری رو به سوی نابودی پیش میبره. در این بین سه دلاور به نام‌های لیو بی، گوان یو و شانگ فی با همدیگه پیمان برادری می‌بندند تا آرامش و عدالت رو برقرار کنن. اما در مقابل اونا نخست وزیر ساو ساو یه هیلگر قرار داره که به مقابله با اونا می‌پردازه و جنگ‌های بسیاری بین اونا در می‌گیره. در فاصله بین انقراض امپراتوری مقتدر هان که چین رو برای قرن‌ها یک پارچه و متحد نگه داشته بود و برقراری وحدت توسط سلسله تانگ، کشور چین به مدت 40 سال دستخوش آشفتگی، چندپارگی، جنگ داخلی و درگیری‌های تمام نشدنی حکومت محلی بود. این دوره از تاریخ چین رو عموماً مورخان و شاعران چینی بهش دوره مرارت لقب دادن. با این حال یه دوره 60 ساله از این عصر هست که بین توده مردم چین شهرت عجیبی داره و مردم قهرمانان این دوره رو بهتر از هر بخش دیگه از تاریخ چین میشناسن. این دوره در نظر مردم به عنوان عصر حماسه و دلاوری شناخته میشه. مجموعه این داستان‌ها و افسانه‌ها یک نام داره، افسانه سه قلمرو یا افسانه سه برادر. تعدادی از سربازا همونجا بمونن، همه جا رو خوب بگردین، بیگودر به آب نزنین. و ماجرا از اونجایی شروع شد که جوانی بود از وفاداران به امپراتور که آرزوش برگردوندن قدرت به خاندان امپراتوری بود. اون یه مرد شجاع و درستکار بود. برای همین دو مرد دیگه که مردان جنگجو و دلاور بودن به حرفاش اعتماد کردن. اونا برای مبارزه در راه وطن و حمایت از مردم سوگند خوردن. ما لیو بی، گوان یو و شانگ فی سوگند میخوریم تا دلها و قدرتمون رو برای نجات همدیگه از خطر، مبارزه در راه میهن و نجات مردم به همدیگه پیوند بزنیم. اما اهمیت عصر سه قلمرو و داستان سه برادر فقط در جنگ‌های رخ داده نیست. درسته که این جنگ‌ها توسط مردانی شجاع و باهوش پیش می‌رفت و ماجراهای جذاب و به خاطر موندنی داشتند، اما جنگ در افسانه سه برادر ماجرای اصلی نیست. در افسانه سه برادر چیزهای زیادی هست که شایستگی معرفی به عنوان نکته اصلی و راز جذابیت رو داره. چیزهایی مثل رفاقت‌های ناب سه برادر که حاضرن برای هم بمیرن، مثل احترامی که دشمنان برای همدیگه قائلن و مثل اونجایی که گوانیو به پاس مهمان نوازی به دشمنش ساو ساو اجازه میده بره. اما باز میتونیم بگیم که نکته اصلی چیز دیگه ایه. راز افسانه سه برادر به رخ کشیدن یک حماسه است. حماسه‌ای که جهان امروز سخت خالی از اون هست و سخت محتاج به اون. نه، ما به خواستمون رسیدیم و لویانگو گرفتیم. سربازا خستن، استراحت لازم دارن، پس بهتره استراحت بکنن. چیو گرفتیم فرمانده؟ دوستان ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنین لطفاً، چنل منو اگه دوست داشتین سابسکرایب کنین و خوشحال میشم نظراتتون رو توی کامنت ها به هم بگین. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. Strawberry kiss, 'cause nothing.